درود بر همینان ارجمند، خوشحالم که در برنامه دیگر من شاهین نژاد همراه دوست ارجمند شهرام آریان در خدمت شما هستیم برای یکی دیگه از برنامه های جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی. ما یه سری برنامه رو آغاز کردیم به نام دلایل ماندگاری اسلام در ایران که به صورت سریال خواهد بود. برنامه رو حتما پی خواهیم گرفت، ولی امروز و امشب به خاطر رخدادهایی که در آبان گذشته، در 3-4 هفته گذشته در ایران شاهد بودیم که همه ما را تکان داد و در حقیقت هم امید و هم افسوس در میان ایرانیان ایجاد کرد. امید واسه این که دیدن بخش بزرگی از ملت ایران آمادگی برای حرکت و برای حق خواهی و دادخواهی دارند و میخواهند که یک بار برای همیشه این فرقه تبهکار رو کنار بگذارند و افسوس از خشونت هایی که علیه مردم اعمال شد، جان هایی که از دست رفت، خانواده هایی که سوگوار شدند و صحنه های بسیار تند و خشن و زشتی که از سوی حکومت و عواملش علیه مردم بیگناه و بیپناه اعمال شد. به همین مناسبت برنامه امروز رو در حقیقت ویژه کردیم که یه بررسی و همسنجی داشته باشیم میان کارکرد اسلام تاریخی و کارکرد جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی برآمده از ایدئولوژی اسلامی در 41 سال گذشته که تا امروز هم با همون سبک و سیاق با تغییراتی هنوز بر مسند قدرت در ایران نشسته و کشور ما رو به گروگان گرفته. پیش از اینکه برنامه آغاز بشه، فردا شب، شب چله هست، به همه همیهنان فرارسیدن شب چله رو شاد باش میگم. امیدوارم در کنار خانواده ها و دوستان شب خوشی رو سپری کنید و بکوشیم در کنار هم که این شب دراز 1400 ساله ایران ما هم به پایان برسه و به سپیده برسیم. به هر حال برخلاف شب چله که شب زیبایی است و شب مهر و شب دوست داشتن و شب صفا و شب صمیمیت و همنشینی با دوستان و داشتن ساعتی با کیفیت با فامیل و همسایگانه، این شب دراز ایران شبی است که هیچ مهتابی نداره و واقعا ظلماته. به هر حال ما فقط امید نداریم، بلکه کوشش هم میکنیم. از امید آرزو کردن و امیدوار بودن دیگه کار ما گذشته. شهرام گرامی، درود بر شما. درود شاهین جان، درود بر بینندگان گرامی. باز من یادآوری میکنم که حتما برنامه های دلایل ماندگاری اسلام در ایران رو از هفته های آینده باز پی خواهیم گرفت. شهرام جان، صحنه هایی که در ایران پیش اومد، حدود 1000 تا کشته، آمار دقیق رو نداریم، در شهرهای پرشماری در ایران، خیلی هاشون از طبقات آسیب پذیر اقتصادی، برخی از طبقات اندکی مرفه‌تر، بخش بسیار بزرگی از آنها جوان، دست کم 8 نفر از آنها زیر 18 سال از 14 تا 17، و روشی که با آن به این مردم حمله شد، از رویدادهای عجیب و غریبی که در ماهشهر رخ داد تا آنچه که در کرج بغل گوش تهران گذشت، از کرمانشاه و جوانرود تا شیراز، برای خیلی از همیهنان ما ممکنه تازگی داشته باشه. آن چیزی که این بار دیدن و اون چیزی که در دی ماه 96 دیدن، که این حرکات از کجا آمده، این خشن بودن، این تبحش از کجا آمده، اینا کی هستن به خودشون اجازه میدن از فاصله 2 متری مثلا با هفتی شلیک کنن به گردن یا صورت یه آدم غیر مسلح، یک بچه محل، یک آدمی که کار به استخونش رسیده و فشار زندگی کاریش کرده که بیاد بیرون و علی رغم
خطراتی که وجود داره اعتراض کنه. کاش که میشد یک فیلمی از صدر اسلام و از هنگامی که سپاه اسلام وارد ایران شد فیلم برداریم شده بود، ما داشتیم که میتونستیم یه سری از اینها رو با همدیگه بسنجیم، کنار هم قرار بدیم و ببینیم که آیا این پدیده تازه و نوینیه که ما در ایران شاهدیم یا نه. این پیشگفتار رو گفتم که بکشنم در گفتگو. حالا رشته سخنه بد میدم شهرام جان و هم داده ها و یافته ها رو به ما بگو و هم با هم دیگه بکوشیم در ظرف 40 دقیقه آینده یه آنالیزی از وضعیت و از آنچه که باید در ماهای آینده انتظار داشته باشیم و با همیهنان در میون بگذاریم. بله، نخواستی که ما اینجا، درسته که تو این سکوی کاری که هستیم کارمون سیاست شناسی یا اینها نیست، اما از جا که ما تاریخ رو میشکافیم برای اینکه بیننده ها یه بهره برداری کنار رفع کنجکاوی تاریخ دوستان دارن، انگیزشی و یه راهکاری هم برای امروز هم پیدا کنن یا آینده کشور. بنابراین من گفتم اکنون که این رویدادها رخ داده، زمان خوبه که آدم یه سنجش وسط راه بکنه. خب ببین، کانسپت کاری اسلام از هنگامی که پیامبر اسلام رفت مدینه تا الان فرقی نکرده. البته تو مکه هم می‌خواست اون کار رو بکنه، فقط زورش نمی‌رسید، داستانش درازه. ولی وقتی که رفت مدینه دیگه کانسپت همون شد، یعنی یه کانسپتی راه انداخت که دیگه دست نخورده تا به الان. همیشه دستگاه اسلامی اونجوری تبلور پیدا کردن که آقا ما یه گروهی از جامعه رو میریم سراغشون، حالا میخواد اون جامعه نسبت به ساختار ژنتیکی اون جامعه مثلا 7-8% جامعه باشه یا 20%، 30% جامعه باشه، میریم سراغ افرادی که هوش مادرزادیشون بسیار کمه و گرایش های سادیستی همزمان دارن. اینا رو قربال میکنیم، جذب میکنیم، بهشون این ایدئولوژی الله پرستی رو تدریس میکنیم که الله شماها رو با وجود هوش مادرزادیتون که خیلی کمه، یعنی با وجود کمبود موفقیتون در زندگی و اینکه زبان نفهمی و اینها، ولی شما رو برگزیده که بر آدمهای موفق با خشونت فرمان روایی کنید. شما فقط باید در این راه همبسته باشید و بی‌رحم باشید و هر جنایتی که میکنید الله ساپورت میکنه، پشتیبانی میکنه. برای اینم که به هیچ وجه اینا جنایت شمرده نشه یا به ذهن شمرده نشه بلکه به شما تازه انرژی هم بده، ما یه سری واژام اینا درست میکنیم. مثلا آدم که میکشیم مثلا بهش میگیم جهاد، نمیدونم زن بچه‌شو میبریم بازار برده فروشی میفروشیم، بهشون تجاوز میکنیم میگیم غنیمت و اینجور حرفا. بنابراین شما رو تازه احساس انرژی هم میکنید وقتی زن بچه مردم تجاوز میکنید. این کانسپت بسیار ساده، یعنی فیزیک کوانتومی نیست که آدم فقط آدمای کمهوش و سادیست رو بره سراغشون و به اونها این اعتماد به نفس کاذب رو بده و یه سری کلید واژه های ساده درست کنه برای اون جنایت ها که اون جنایت ها کارهایی در حقیقت الله پسنده و به اون آدم های کمهوش تازه انرژی هم میده، چون که از دنیا چیزی نمیفهمن، فقط گمان میکنن اون دستور کارا رو وقتی مو به مو پیروی میکنن میتونن در کنار جنایتشون تازه رستگارن بشن. یه کانسپت خیلی ساده ای که پیامبر اسلام تو راه مدینه یا قبل از اون پیدا کرده پیاده کرده و این تا به امروز همینجوری ادامه داره. جمهوری اسلامی هم همینجوری کار میکنه. البته بنابراین اون کسایی که اونجا شلیک میکنن، آدم میکشن و اینها، اونها هیچ گونه احساس بدی که ندارن، هیچی، بسیار رضایت دارن. هنگام کشتن یا شکنجه کردن ممکنه از درون رو به الله هم نیایش میکنن و تقاضای نیرو میکنن که بیشتر بکشن، بیشتر تجاوز کنن. یعنی این که آخر سر تنها راه بازیستاندنشون از این کار اینه که توی برخورد مردامرد باید شکستشون بدی. اون کسایی هم که از زیر یوغ اسلام اومدن بیرون، مثل اسپانیایی ها یا جنوب ایتالیا که آلمانیا رفتن قرن وسطا پس گرفتن از مسلمان ها، سیسیل و مسلمان ها گرفته بودن، آلمانیا رفتن اونجا با پس گردنی بیرون انداختنشون، همش از این راه انجام شده. کسی از راه گفت و شنود یا صحبت منطقی با مسلمان ها طالب جایی نرسیده. همونطور که شما با مافیا هم نمیتونی از راه گفت و شنود،
ببین مافیا بازمانده کم رنگ شده اسلام در جنوب ایتالیا است. واژه‌ش هم یه واژه عربیه. حالا ما در ریشه شناسیش نمی‌خوایم چه کار کنیم. سه چهار تا پیشنهاد هست رو بازار. من آموز گفتارمون شناسش مافیا نیست. ولی در این که مافیا بازمانده روح و روان عربی اسلامی، اون نظر علمی تقریبا هیچ شکی نیست. البته اروپایی‌ها این از روی احترام و اینا به صورت نمیگن، ولی همه کسی که تو زمین کار کردن میدونن. سیستمش هم این همون پیامبر اسلام کار میکنه، یعنی که یه ساختار قبیله ما هست، ما خودی ها، حالا اونجا کسایی که اشد خوندن یعنی قبیله ما شدن در حقیقت، اینا پیوست خونی نیست، پیوستن به این گروه قارتگره. یعنی الگوشو پیامبر اسلام از قبایل عرب گرفته بود، ولی میگفت روش پیوستمون خونی نیست، بلکه یه اشد میخونی وارد گروه دزدا میشی، از ما میشی. و مافیا میدونه که یه الگوریتم رد کنی بعدن یه موقعی سوگندی میخوری وارد مافیا میشی، ولی شگفت‌آور اونم خونی نیست. نه نیستش. بعدش که شما وارد شدی، مثل همون سیستم اسلام، کارت اینه که بری دیگران رو غارت کنی و اون دستمایه اونا رو بمکی و بیاری داخل خودی ها، میون اونا پخش کنی. مثل مستقیم اونا که میرن بقیه رو میکشن، مالشون رو برمیدارن میارن بیت المال پخش میکنن. خودشون هم که اهل کار کردن به حمدالله نیستن، مافیایی هم نیستن. و بعد کارگزاران مافیا هم که نگاه میکنیم، بخش بزرگشون آدم های کمهوش و سادیست هستن. اون تو فیلم های مافیایی هم میشه نگاه کرد، ولی کسی نمیخواد بره تو بررسی تاریخیش، تو اونجا همچه که لات و زبون نفهم و اینا مافیا هست. بعد خیلی جالبه، حالا یه دستگاه های دفاعی هم داره که دوباره میون اسلام و مافیا کاملا یکسانه. یعنی دفاعش فقط دفاع خشونتی نیست، که من هر کسی رو که از این قبیله اشد خونده خود من نیست، میشه گفت قبیله معنوی میشه نامشو گذاشت، یا قبیله نمیدونم قارتی، هرچی که، چون قبیله خونی نیست، قبیله اشد خون و وارد شدن شه، قبیله اکتسابیه در حقیقت. درست، جزء فرقه نیست در حقیقت، جزء کالت نیست. جزء فرقه نیست، من قبیله رو دوست دارم چون الگوش همون قبیله های عرب بوده. درست، که با هم قارت میکردن، پخش میکردن، فقط اونا پیوند خونی داشتن. پیامبر اسلام گفت من اینو اکتسابیش میکنم که از هر جا ما بتونیم آدم کش استخدام کنیم. درست، اینو فقط یه اشد میخونن وارد میشن. و بعد حالا مافیان به همینطور. بعد حالا سیستم های دفاعشون تو خیلی زمین های دیگه هم شبه داره. مثلا وقتی که مسلمان ها شروع میکنه اینجا به شکست خوردن، یا مافیان همین کار میکنه، چیکار میکنن؟ یه لایه نازک این سیستم های اسلامی یا مافیایی دارن که اونا از کمهوش ها و سادیست ها نیستن. اون آدم هایی که یه خورده هوششون بیشتره و سجو هستن. بله سجو هستن، ولی بیشترشون نگاه میکنی عیبای مادرزادی اونا هم دارن. اون الان داخل جمهوری اسلامی اون گروه اصلاح طلبن اونا. داخل مافیا معمولا وکیل های مافیا هستن که داره برای اینکه جلوی شهربانی و دادگستری رو بگیره. درست، هر وقت به تنگنا این سیستم میفته اونا رو میفرسته جلو و شروع میکنه طرف مقابل رو که به سطوح اومده، چون هی داره اینو غارت میکنه، سستش کنه تو نیروی دفاعیش. بنابراین سازوکار اینا شهرام جان، مافیا و همچنین نوع اسلامی، این است که در هنگامی که میخواهد که بچاپه و بگیره و غارت کنه و بدوشه، خب کاملا همانند عمل میکنن، ایجاد ترس و هراس میکنن با نهایت بیرحمی. معمولا دو سه تا رد پا از خودشون میذارن، دو سه تا قتل سنگین یا کشتار سنگین. بله، کشتار سنگین مثل آنچه که در دی ماه 96 رخ داد یا آبان 98. و بعد اگر که سنبه پرزور باشه، میکوشن تا اونهایی که به اصطلاح ملایمتر و معقولترن جلو بفرستن تا بتونن زمان بخرن تا خطر رو رد کنن. همون کاری که همیشه که گفتی، معمولا حقوقدان ها و وکیل هایی که با مافیا کار میکنن یا احتمالا برخی چهرهای رسانه‌ای و دیگرانی که میتونن اینجا اونجا زرخرید شده باشن، حالا یکی دو تا شهردار یا مقام دولتی، و اونها زهر قضیه رو بگیرن. همچنان که خیلی زیبا همانندسازی کردی با جریان اصلاح طلبا که با شعارهای اندکی بهتر در سالهای گذشته اومدن و هر دفعه رژیمی که در وضعیت اسفباری بود و معمولا یک نفسی بهش دادن و زمان براش خریدن.
بله، حالا یک کس ممکنه بپرسه که اونا که یه خورده هوششون بیشتره و این کار اصلاح طلبی رو میکنن، اونا اون هوش بیشترشون چرا باعث نمیشه که از اسلام بیان بیرون؟ چون خودشون باید بفهمی که این سیستم چیه. اونا یه ایبای مادرزادی دیگه دارن که معمولا بیشترشون دچار ترس‌های مادرزادی موهوم هستن که اونا رو بسیار گراینده میکنه به این دینایی مثل دین همین دین الله پرستی که یه خدای قادر خشمناکی اون بالا هست و اینا خوششون میاد که وقتی به اون ایمان آوردن دیگه مطمئن شدن که من در امنم، من کارام حل شد، ترسام رفت. یعنی یه مشکل مادرزادی با ترس دارن اونایشون که یه خورده هوششون بیشتره. آدی اینا که داری میگی شرم جان اونایی هستن که به هر حال فرض رو داریم برای میذاریم که خوش انگیزه هستن، ولی به خاطر اون ترس و اون مشکل روحی روانی که دارن باز یه قلابی در جریانات اسلامی باقی میمونه که اونا رو نگه میداره. ولی خیلی از اینا تو این سالها در ایران به نظر میاد آدمهای بسیار رند و فرصت طلبی بودن و به موقع ساخت و پاختار رو کردن، امتیازاتی گرفتن و سر خان و سفره‌ای که نشستن خوب تقسیم کردن، هیچ کدومشون بعدشون بدتر از وقتی وقتی ماشین قارت اسلام را میفته، اون موقع یه سری افرادی که اصالتشون به این دو گروهی که من گفتم مال اسلام، به بدنه اصلی سربازای اسلام 90% اون کمهوشای سادیستن، 10% اون یه خورده باهوشترهای پر از ترسای درونی هن. اینا ماشین بنیادیشن. ولی وقتی این ماشین تونست جای پیروز بشه و اونجا به مکیدن آغاز کرد، چون به حمدالله ترش همیشه آخر اصلا مکیدنه، هیچ حرف دیافت سازنده هیچ وقت نداشت روی هزار سال، و بعد اون موقع خب ماشین مکیدن هر جا را میفته تو هر سیستمی افرادی میپیوندن بهش. طبیعیه. ولی اونا کارگزارای طبیعیش نیستن. کارگزارای طبیعیش اون سادیست کمهوشا و اون یه خورده بیشتر باهوش پر از ترس ها هستن. و من وقتی میگم یه خورده بیشتر باهوش، اصرار دارم که خیلی باهوش نیستن. درست. شما وقتی خیلی باهوش باشی اون موقع به سرنوشت کسروی دچار میشی. چون تحمل نمی کنی وقتی که می خونی قرآن رو و اتفاقات رو، اینقدر تناقض و اینقدر مشکلات و کراهت توش می بینی نمی تونی طاقت بیاری، اصلا پول مول هرچی هم بدن تحمل میای بیرون. باید همیشه هوشت از یه حدی کمتر باشه که آخر بتونی توش بمونی. حتی اونه که باهوش دارن نابغهش وقتی زمین یه حدای کسایی هم مثلا تو حد مثلا خاتمی اصلاح طلب یا مثلا آقای مثلا ظریف، یعنی وقتی میبینین احساس نمیکنه که خیلی نابغه است، میبینه یه چیزایی میفهمه یارو و تعدیلش هم تو شک و تردید که اصلا نکنه تمام این داستانی که من دارم پیاده میکنم همش خیمه شب بازیه، ولی به خاطر اون ترسای موهوم درونی و اون تربیت بیشخصیتی که آدم در خانواده اسلام میبینه. چون شما اسلام وقتی جا شکست میده، خب افرادی که اول شخصیتشون خرد میکنه که اونا بتونن اصلا الله بپذیرن، ولی وقتی که جا افتاد دیگه افرادی که نباید از نو آدمای بزرگسال رو بشکونه که تطبیق پیدا کنه، بچه رو که از بچگی داره بزرگ میشه همیشه بی شخصیت بار میاره. درسته شرم جان، ولی حالا چون مثال زدی و نام آوردی، آیا کسی مثل خاتمی یا ظریف نمیدونن تو چه سیستم دوزخی دارن کار میکنن؟ من بعید میدونم اینها گیر ترس روحی روانی داشته باشه. من فکر کنم اینا شیادن. نه، اونا هوششون به اون اندازه نیست که بفهمن، اونا نسبتاً نفهمن. یه بخشش اون همون مسئله چیز هست، مسئله ترسای موهوم هست تو مال اونا. کسی که صد میدونه چی کار داره میکنه و فقط به خاطر دو تا چهار تا اونجا هست و یک درصد هم نه به الله باور داره نه به هیچی، اون علی لاریجانیه. اون آیکیوش از خاتمی و ظریف یه چیزی حدود 80 پوان بالاتره. اون یادم خیلی باهوشیه. اون اگه تربیت بدبختی نمیدید توی خانواده اسلامی، توی سیستم درست حسابی، اون یه فیزیکدان چیزی اون رده میشد. اون دقیقاً میدونه چه کار داره میکنه. پیوندهای مثل که پیوندهای استواری هم با جریانات انگلیسی داره. یعنی کلا برای لاریجانی به انگلستان پیوندهای خاصی داره. نمونه پرسیدی که کی هست که اصلا ترس مرز یخته، این فقط اونجاست که بچاپه
اون علی از اون گروهه، اون اصلا آتئیسته، اون اصلا به خدا هم باور نداره. برگردیم توی جستار خودمون شهرم جان. حالا این شخصیت ها نظر من مهم نیستن، ما کل سیستم رو به عنوان همچنان که خیلی قشنگ تشبیه کرده به جنه مافیا، برای همین هم شاید فرقه تبهکار نام خیلی شایسته باشه برای این دسته. اینها رو باید چگونه باشون طرف شد؟ ببین دیدیم کار کرده اینها چیست، صحنه‌های تکان دهنده رو دیدیم، تقریبا تا حدی مکانیزم سازوکاری که اینها به کار می‌بندند و ما تقریبا دیدیم. چگونه باید باشون روبرو شد؟ ما چه باید انتظار داشته باشیم تو ماه‌های آینده؟ آره، من ماها رو نمیدونم که الان از یه راهنمودی حتما بپرسه یه کسی که راهکار چند ماهه بگو. ببین من فقط اینو میدونم که فرایندی که جامعه ایران به سویش رفته برای خود من شگفت آور بود. من یه بار میگفتم تا این برنامه‌مون که از این نمیدونم از هر 500 نفر یک نفر درود بگوی، کار به اونجا رسید که دیگه از هر دو نفری که داره درود میگه. و چون میدونم این آقای پویا بختیاری که در گذشته هم اتاقش نشون میدن، ما همینجوری هاج و واج داشتیم نگاه میکردیم، یه طرف نمیدونم نمایی از زرتشت، یه طرف درفش کاویانیه و من اصلا نمی‌پنداشتم. عکس رضا شاه. بله بله. من گمان نمی‌کردم که درون ایران هم به این حالت گسترده باشه داستان. من گمان می‌کردم شاید مثلا چند هزار نفری اینا، ولی الان گمان می‌کنم که یه چیزی حدود ما 2-3 میلیون مثل پویا بختیاری تو ایران داریم. درست. این فرایند باید گسترش پیدا کنه. ببین الله پرستا رو نباید دست کم گرفت، چون الله پرستا یه تکنیک خیلی جالبی پیامبر اسلام پیاده کرده بود. گفته بود ببین من اگه برم فقط زبون نفهما رو دستچین کنم، این یه خوبی داره، اونم اینه که زبون نفهم، چون زبون نفهمه طرف مقابل که میخواد مثلا به وجدان این اپل کنه یا میخواد یه برهانی به این بفهمونه، یه اصلا نمیفهمه. واسه همین تو مدل آدم خاریش کاملا استیبله، پابرجاست. درست. یعنی شما یه بخش قابل توجهی مثلا از دستاندرکاران دولت، مثلا همون مثلا شما تو قیافه مثلا آقای لاجوردی مثلا نگاه میکنی، یا مثلا آقای خلخالی، یا آقای رفیق دوست، مثلا یارو اصلا قیافش اصلا مثل انسانهای کرومانیون نیست، مثلا ناندرتالی، یعنی ذریب هوش اینقدر پایینه که آدم میبینه به این تو هرچی بگین اصلا نمیفهمه. و این نقطه قوت اسلامه که فقط میره کاملا احمقا رو جمع میکنه که یه گرایش‌های سادیستی هم دارن و اینا خیلی استیبل، یعنی چون وقتی با کسی که هوش نداره و عقل نداره و درک نداره، این وجدان هم نداره. شرم جان این جمله آخرت یه مقداری منو چیز کرد، به اصطلاح خرسندم کرد، برای اینکه صحبت از هوش که میشه، هوش دیگه بسیار ضعیب هوشی، ما ببینیم که جمهوری اسلامی تو جنگ‌های تبلیغاتی معمولا خیلی نیرومند عمل میکنه، تو جنگ‌های روانی، یعنی واقعا شارلاتانیسم رو به اوج میرسونه و این نمیتونه کار چند نفر آدم مثلا بیشعور باشه یا با خیلی کم هوش باشه. ولی گفتی که آدم ممکنه هوشمندی هم باشه که بسیار بیوجدانه و این بیوجدانی شما میبینی، یعنی یک بیشرمی عجیبی آدم تو رفتارهای اینا میبینه و در این حال سیستمی که تمام توانش، تمام بودجش، تمام زمانش و همه توجهش متوجه اینه که بماند و دیگرانی که ممکنه براش تهدید باشن از میان برن. فکر نمی کنم هیچ سیستم سیاسی در جهان اینقدر تمرکزش روی این مطلب باشه، چون بقیه باید میزان بیکاری رو کم بکنن، تورم رو کنترل کنن، تولید کنن، بهداشت، درمان، آموزش، مسکن، کار، و شما می‌بینید اینا فارغ از همه چی هست، فقط تمام سیستم درون کشور و برون مرز در خدمتی که ما بمونیم. من اینا رو نمیگم همش رو، برها طبعیتا اونایی که تو خیابون مردم دارن میزنن میکشن، یه سری همکنان که گفتی کله پوک بی اخلاق هم. ولی آدم زرنگ و شالاتان بین اینا کم میشه اونجا؟ نه ندارن به اون صورت. ببین یاد اون نموداره بیفت که یه زمان کشیدیم که گفتیم مسلمان ها چیزی بارشون نیست، ولی تمام اون توان کمی رو که دارن فقط تو کشتن و تجاوز کردن به کار میبرن.
این اون یارو 20% اون زرتشتی توان داره، ولی از اون 20% از اون 20% 98% اون 20% فقط واسه این کارو به کار میبره. درست. اون یکی 5 برابر توان این داره، ولی از اون 5 برابر فقط یه درصد خیلی نازک، 1% 2% صرف این کنه، چون کار زندگی داره، میخواد چیزی بسازه. کاملا. این تمرکز بر روی کشتن و تجاوز کردن و مکیدن که اینا رو یه خورده قوت میبخشه. بعدم یه درصد عرض کردم، یه درصد نازکی از این نقشه‌ریزا دارن. نقشه‌ریزا مثل همینا که نام بردم. ولی ببین اصل قدرت مسلمان ها توی این هزار سال گذشته تو ایران یا الله پرستا که بگیم بهتر به نظر من این بوده که ایرانی ها که میخواستن اینا رو بندازن بیرون هیچ وقت درست اینا رو آنالیز نکردن. این مثل یه شهربانیه که میخواد از شهر مافیا تو نیویورک خلاص بشه و حال و حوصله نداره که اول آنالیز کنی که این اصلا کیان. یعنی مثلا به کلانتری فلان میگه حواس جمع باشه، مثلا تو منطقه لیتل ایتالی مثلا این چه میدونم مافیایا چنین کردن مثلا یه خورده مثلا گشت بذار مراقبشون باش، شنود تلفن. این بس نیست، شما اول اون ساختار روانشناختی و انگیزشی و کارکردیشون رو باید آنالیز کنی. درست. بعد تازه باید نیرو از خودت بسیج کنی و برانگیخته کنی و باید یه طرح کامل هم داشته باشی که تا مرز ریشه‌کن کردنش چجوری بری و از فردای ریشه‌کن کردنش چی کار میخوای بکنی که دوباره بر نگرده. و ببیش اون ساختارهایی رو که این ساخته بوده، چون این ساختارهای مافیایی افراد آلوده و معتاد میکنه و وقتی تو اون ساختار رو شکوندی، خب این هزاران نفر مثلا در مورد مافیای نیویورک، در مورد مافیای الله پرستا در ایران میلیون ها نفر یا حالت نیمه یتیم میمونن، چون اینا عادت کردن به همین بخور بخور و رانتخاری و مسجد رفتن و آروغ زدن و همین کارهایی در حقیقت این مدلی. و این یارو میمونه که خب از فردا من چه کنم. در حقیقت دولت پهلوی هم یکی از مشکلاتش همین بود که وقتی داشت کشور رو لایروبی میکرد و بهینه سازی میکرد، اون میلیون ها الله پرستی که باش دشمن خونی شده بودن، برای این بود که این الله پرستا رو مجبور کرده بود که برای اولین دفعه تو زندگی کار شریف بکنن. درست. مثلا درست پوشاک بپوشن، درست بامداد از خواب پا بشن، نعلین نپوشن، نمیدونم پشت کفش نخوابونن، این آدم برن سر کار، بعد اونجا نمیدونم چیز نکنن، کلاه شرعی نذارن تو اداره، این آدم کار کنن. و این برای الله پرستا خیلی سخت بود. این تمام عمرشون بعد از همه بدتر فقط یه دونه زن بگیرن و زنشون رو کتک نزنن. من با خیلی از الله پرستا تو نوجوانی صحبت کرده بودم که توی انقلاب دست داشتن و اینها میگفتن که بله ما پیش از انقلاب شهرام جان در دوزخ زندگی میکردیم. من دانشجو بودم، جوان بودم، گوش میکردم، میگفتم بله جریان تو بفرمایید. مثلا چه میدونم رانده کامیون بود یارو، یا فرش فروش بود، یا هرچی بود، بازرگان بود، تا گاهی تحصیل کرده بود، میگفت و میگفتش که بله ما پیش از انقلاب زندگیمون دوزخ بود، چون دولت قبلی مثلا یکی از بزرگترین بلاهای زندگی ما این بود که زنهای ما رو سلیته کرده بود و پس از اینکه اون دولت فرو پاشید ما زندگیمون اصلا یه نفسی برای نخستین بار تو زندگیمون کشیدیم، مثلا چون موفق شدیم که مثلا زنامون رو تا پای مرگ کتک بزنیم بدون اینکه شهربانی بیاد یخ ما رو بگیره. و این به من میگفتن شهرام جون من برای اولین دفعه احساس میکنم مثلا معنای زندگی چیه. این من یاد اون حرفایی میافتاد که مینداخت که از اون داعشی آدم میشنید. مثلا یه داعشی بود در انگلستان، این پاشته بود رفته بود سوریه اونجا آدم کشی و اینا، بعد میگفت آره وای نمیدونید ما تو انگلستان چی کشیدیم، ما بچه بودیم، ما رو فرستادن مثلا مهد کودک، بعد ما رو فرستادن مدرسه، ما رو شست و رفته بزرگ کردن، ما رو همش مجبور کردن که لباسای درسایی بپوشیم درس بخونیم، وای چقدر به ما سخت گذشت، بعد ما رفتیم دانشگاه، ما رو مجبور کردن درس بخونیم، بعد آخر سر ما رو مجبور کردن بریم بشینیم هر روز کار کنیم. ولی الان که من اومدم و پیام اسلام رو شنیدم، اومدم تو سوریه، اینجا واسه خودم امیر شدم، هر روز چند نفر سر میبرم، الان این پشت توی اتاق چند تا دختر یزیدیان حوصله‌ام سر بهشون تجاوز میکنم، من دارم برای نخستین بار از زندگیم استفاده میکنم. این حالت روحی بیشتر مسلمان هست و دولت پهلوی هم
به یه دیوار سنگی خورده بود که با اینا چیکار بکنه، چون وقتی میخواست اینا رو دگرآموزی کنه اینا نمیخواستن. البته البته اونایی که در جامعه باهوشتر بودن اونا پیام پهلوی رو پذیرفتن، از روی اون دیوار پریدن. ولی اونایی که هوششون به حمدالله کم بود، مثلا این سر و قیافه هایی که میگم مثلا واقعا باید در مسابقه مدرسه عقب مانده هاست، مثلا شما به قیافه آقای محسن رضایی نگاه میکنین یا عزیز جعفری، اینا این مثلا که یه قربالی گذاشتن که عقب مانده های کشور رو جمع کنن. و اینا در دوران پیش از انقلاب شکنجه روحی میکشیدن. که این چه زندگی مرتبی اینا دارن، این فلان فلان شده بر ما. بنابراین من میخواستم اینو بگم فقط به اونایی که الان میخوان از شر این دولت الله پرستا در ایران آسوده بشن، موضوع فقط هم جمهوری اسلامی نیست، موضوع خود الله پرستیه در ایران، میخوان از شرش خلاص بشن، باید در نظر بگیرن که اول باید از تو این دیوار این دفاعی این سیستم باید رد بشن، که خب این یه عالم آدم خور داره، اونا همه هوششون کمه، اونا همشون کارشون چاق و زدن تجاوز جنسی و اینا، خب به حمد الله از تو دیوار اون اول باید بتونن رد بشن. بعد باید سیستمای سست کنندش رو، یعنی اون اصلاح طلبا رو که میاد فقط نیروی دفاعی ایرانی‌ها رو سست کنه، فریب میده که اونا درست سازماندهی نکنن خودشون، اونا رو باید خونسا کنن و پس از پیروزی باید به حساب کارش نمرسیدگی کنن. هر کسی باید همیشه حساب بزهش رو تو زندگی بده، وگرنه داد برپا نمیشه. و پس از اون که این آدم خورا رو ورانداختن، پس از اون باید با سرسختی سراغ گشایش داستان برن، چندین و چند برابر از دولت پهلوی پیش از انقلاب ژرف‌تر، اساسی‌تر، تئوریک‌تر، فلسفی‌تر، هدفمندتر، چون این یک سیستم هیولاییه، مثل سرطان کار میکنه. و شما میتونید شرم جان افسون بر جنگ فیزیکی که به نظر میاد گریزناپذیر باشه، یک جنگ ایدئولوژیک هم در راه هست نه؟ ببین جنگ فیزیکی رو خود مردم تصمیم میگیرن که تا چند میخوان برن یارن، یا تا نسبت به دفاع الله پرستا خواهد بود، ولی از اون مهمتر مسائل ایدئولوژیک و زیرساختیه و برنامه ریزیه. ببین مثلا اسپانیایا اون زمان برای چی تونستن از گزنده اینا خلاص بشن؟ برای اینکه یه ضد تئوری داشتن، اون مسیحیت کاتولیکشون بود. حالا برخی ممکنه بگن اونم ماتاخی نبود، چون هم یه دین ابراهیمی بود اینها، ولی زهرش خیلی کمتر از اسلام بود. تفلی با مسیحیت کاتولیک نه با موسیقی مشکل داشت، نه با هنرهای زیبا مشکل داشت، یه خورده با دانش مشکل داشت تا اندازه‌هایی، اونم نه همه جا. و اینه که کلن انسان رو یه خورده کرخت میکرد، چون میگفت تو میری توبه نزد کشیش، تو مسئولیت از رو دوش ور میداشت و بحثای درازی که لوتر کرده، ولی قابل قیاس نبود با این الله پرستی. بنابراین حالا اونا هم الله پرستی رو جایگزین کردن با مسیح کاتولیک. خب خیلی بیزینس خوبی بود، خیلی سودای خیلی خوبی بود. به هر حال یه ضد تئوری داشتن که بزنن از فرداش سی جاش چیکار میخوان بکنن. و این اندیشه ها رو که بعض از این که این نیروی الله پرستا تو ایران شکست، اگر اصلا شکست، چون از خودشون درست پدافند میکنند با چنگ و دندون با هم سیستم های کلاسیکی که دارن از مدینه تا به امروز، اینه که چی میخوای جاش بذاری، چگونه میخوای جایگزینش کنی، تا کجا میخوای بری، با ظرافت کار چی کار میخوای بکنی. ایرانی ها دارن آغاز کردن دربارش بیاندیشن، ولی اگر از من کسی بپرسه 15% راهو رفتن. مثلا با اونایی که خیلی متدینن، آیا چه دین جایگزینی میخوای بهشون بدی، چی کار میخوای بکنی؟ چون ببین تا موقعی که این هسته هست تو ایران، این هسته الله پرستی، این دوباره میاد یه موقع گلوتو میدره. پس دنبال مسکن نیستیم، دنبال قرص تبر نیستیم، بلکه دنبال ریشه کن کردن اصل بیماری هستیم در پیکر ایران. این گناه ما نیست. این کسی میخواد گلایه کنه باید بره آرامگاه پیامبر اسلام با اون داد و بیداد کنه که چرا اینجوری درستش کردی. اون ملات و ایشون اونجوری ریخته و دیگه تا الان ادامه داره. ما فقط اومد تو کشور ما توی دوره ضعف پس از جنگ اینا به ما حمله کردن
و ما یه اینجوری شدیم، مثلا قرار نبود ما اینجوری بشیم، مثلا حق ما نبود، منحرف شدیم اینا. و منم به این کاری ندارم که اصلا خود عربا، ترکا، مسلمون بمونن. به نظر من برای اونا دین خیلی خوبیه اینا، برای اونا بسه، ولی برای ایران یه فاجعه است. درسته. من اصلا اصرار ندارم که اونا تغییر بدن، فقط در مورد ایران. شهرم ببین، یه پرسشی از خودم بارها کردم تو چند ماه گذشته، حالا پرسش تر میکنم بدم تو چی فکر میکنی. حکومت جمهوری اسلامی موقعی که برآمد یه حکومت ایدئولوژیک بود. تو دهه 60 خورشیدی یا حدود مثلا 80 میلادی هم آدمایی که می‌خواستن بفرستن مثلا خارج از کشور کسی رو ترور کنن، معمولا یه آدم خیلی مؤمنی رو پیدا می‌کردن، می‌گفتن فتوا هست که شما باید بری فلانی در پاریس یا مثلا در لندن یا در آلمان بکشید. سر و وضع آدم‌هایی هم که در ایران طرفدار اینا بودن، همون تیپ مکتبی و حزب اللهی دهه 60 بود که یقه پیرن رو می‌بستن و پیرن سفید رو می‌انداختن رو شلوارشون و ریشی داشتند و قیافه‌ای همچین یکم چرک و یکم احمقانه و همیشه پاشنه کفش خوابیده و وضو گرفته و تیپیکال به اصطلاح بچه حزب اللهی و مکتبی و جوراب‌های پارو ببخشید تن عرق کرده و این حالت‌ها. این چیزی بود که ما دهه 60 خورشیدی یادمون از اینها. اینها تو چند سال گذشته، شاید دست کم تو 10 سال گذشته، ریخت و قیافه‌هاشون عوض شده، بسیار بسیار تجمل پرست شدن، در حد بیماری تجمل پرست شدن. زندگی های آنچنانی، ویلاهای آنچنانی، حساب‌های بانکی سرشار، خیلی هاشون خانواده هاشون رو فرستادن خارج از کشور، بسیاری از اینا گرین کارت دارن، اقامت دائم کانادا دارن. من حس میکنم این حکومت دیگه حکومت ایدئولوژیک نیست، بلکه یه فرقه ایست که زالوگونه داره خون ملت رو میمکه و به چیزهایی که فوش میداده 40 سال پیش خیلی من علاقه منده، یعنی به زندگی مرفه، به ریخ و پاش کردن، به چیزهای غربی خریدن، خونه میلیاردی سوار شدن و به طور کلی نظرشون این شده که حالا گروه پدر کوخنشین ها. میخوام ببینم چی فکر میکنی شهرام، آیا اینها رو شما یه حکومت ایدئولوژیک میدونی یا اینا کسایی هستن که پول، مزه پول، پول سنگین زیر زبونشون اومده و شدن همین فرقه تبهکاری که امروز داریم میگیم، یا نه آمیخته از هر دوست؟ ببین نهادش همون نهاده. ببین یه سرشتی که توی نمودهای گوناگون اون موقع خودشو نشون میده. ببین مخرج مشترک همینا با اون مومنای زبون نفهمی که اون زمانو میگفتی اینه که هر جفتشون بیشخصیتن. اینی که اسلام در اینها یا الله پرستی در اینها اول شخصیت انسانی رو خورد میکنه، چون شما جلوی الله نمیتون شخصیت داشته باشی، چون شرکه. برای خودت دارای نظر شدی، دارای وجدان شدی، غلط کردی، چون نظری نظر پیشونه. این مخرج مشترکشون بیشخصیتیه. بنابراین شما اون مثلا مکتبی اون موقع آروغ میزد، این شکمشو میخارد و اینها، اون از بیشخصیتیش میمد چون برای خودشون انسان شخصیت قائل نبود. این یکی هم که میره تو کاخ میشینه، بری تو کاخش باش نشست و برخواست داشته باشی، میبینی خیلی خیلی سطحی، یعنی اصلا معنی اون کاخ نشینی رو نفهمیدی، یه آینی داره اون کارم درست بگردونی و اینها. بعد میبینی کاخ نشینی ولی پشت کفشو خوابونده، یعنی یک مخرج مشترک عجیب و غریبی همیشه از بیشخصیتی این تو هست. یا مخرج مشترک از مصرفگرایی هست. مثلا تو با اون مؤمنه اول انقلاب صحبت میکنی، مثلا مغنی بود، میگفت مثلا آقا جلال چیکار میخوای بکنی، این جهاد و مهاد و اینا رو چیکار میکنی، یا رو طاغوتی رو الان میکشی، بعدش همون دختر مجاهده رو بهشون تجاوز میکنی، خب چیز اسمش چیه، قبول باشه هدف چی از این کارا، دیگه که میخوام برم با حوریا بریزم رو هم. یعنی هدفش یه هدف مصرفی بود. و اینم که الان رفته تو کاخ چون اون طاغوتی ها رو کشته، مالشون رو دزدیده و دیگه داره دلوپی میخوره، این اون کاری که آجلال به خاطر اون آدم میکش که بره با حوریا برزی رو هم، این با پولی که الان داره مستقیما دیگه میکنه، منتظر حوریا نمیشه.
یعنی مخرج مشترک مصرفگراییه. درسته. یادت هست اون آنالیزی که ما تو نشست پیش کردیم گفتیم آماج... دادن به چیزهای بسیار سطح پایین. نه کلن مصرف، این مصرف، مصرف علیه تولید. درسته. تو آیین زرتشت مسئله پیشرفت یا تولید بی پایان بود. تو مال اسلام مصرفگراییه. درسته. من میخوام زود برم پیش حوریا. از یه راهی پیدا کنم زود برم. خب خب رو که چی بشه؟ و همچنین فرومایگی در برابر داشتن آرزوهای بزرگ. بله بله. یعنی اگه چیزی نداره میگه با حوریا میرم میرزم رو هم. اگرم داره صیغه ها رو میاره. هدفش مصرفه. بنابراین هیچ فرقی میونه این کاخنشینای آروغزن، چون کاخنشین دو ساگان که نیستن، آروغ بزنن، کاخنشینای آروغزن امروزی و اون آجلال اون موقع نیست. هر جفتش نمود یه سیستمه، آرزوی مصرفهای ارزان و بیشخصیت، دوری از کار سخت و تولید، نداشتن وجدان به جاش تقوا، نداشتن خرد به جاش ایمان. فقط نمودش فرق میکنه. اون موقع از پول نداشت، الان پول داره، ولی مخرج مشترکش 99% یکیه. درست. برعکسش هم اونور. شما یه آدم مثلا زرتشتی ساسانی رو تصور کن، یا یه دونه مسیحی پروتستان، تو اینا بونه خیلی شبیه هم. پول که نداره، میبینی بازم داره مثل تراکتور کار میکنه، یا داره درس میخونه اون دانشجو، یا داره یه جور آبادون کشاورز. پولم که داره، اولا که پولش از راه تولید در میاره، زدن کارخونه و اینا، نه آروغ زدن و دزدی و رانت و اینا، پولش از راه تولید در میاره، کار سخت. و بعدم به میلیارد هام که رسید، میبینی شروع کرد در حد میلیاردی هم کار خیریه کردن. درست. یعنی میبینی اون یکیه، چه اون تنگ دستش، چه مالدارش، اینم دوباره یکیه. آقا جلال بدون پول و با پول آخه یکیه. درست. کاملا درست. به حمدالله یکی طرف فرقی نکرد. شهرام در این نبرد در پیش، خب یک کشور 82.3 میلیونی داریم که از اینها بالای 85% الان تو جایگاهی قرار گرفتن که واقعا دوست دارن که در ایران تغییرات بنیادی رو شکل بدن. اینا نیاز به چی دارن؟ آیا تقویت ایدئولوژیک نیاز دارن که بتونن حرکتی که میکنن حرکت ماندگار و پایا در ایران باشه؟ چی فکر میکنی؟ خیلی 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 نیاز به شفافیت ایدئولوژیک دارن. یا اگه ایدئولوژی رو ما یه واژه مثلا خطرناکی بذاریم، چون همه ایدئولوژی‌های قوی مثل کمونیسم و ناسیونال سوسیالیسم و نمیدونم اسلامیسم و اینا که همه می‌ذارن، جهان نگری، یعنی باید یه شفافیت داشته باشه که آقا من جهان نگری که من میخوام جهان نگری الله دیگه نیست. من پیش هوری موری نمیخوام برم، من فقط میخوام مثل تراکتور کار کنم، جهان رو بسازم. دو دیگر، من به خرد خودم تکیه میکنم، ایمان میمان یخته، و به وجدان خودم تکیه میکنم هر جا که شک کردم و اون خرد زورش نرسید. تقوام بیخیال، یعنی بیخیال که اصلا یه زهره، ایمان و تقوا اصلا مثل زهر خالصی که داری شما تو حلقه کسی میریزی. نمیخوام آقا، ما غلط کردیم، یه بار شکست خوردیم، ضعیف بودیم، جنگ سخت با رومیا میومدیم، این میلیون ها این آدم خورا ریختن، کشتن، بستن، شکنجه کردن، خب رفت انحراف سر هر کسی میاد، shit happens. نمیخوان دیگه، آقا مگه دیوانه است؟ میخواد با انحراف زندگی کنه. پس ما شهروندایی رو میخواییم شهرام جان که خردگرا باشند، با وجدان باشند و کارکردشون در جهتی باشه که هم زندگی خودشون و پیروی اون کشورشون رو بسازن، بهتر کنند، هم از مزایای اقتصادی بهره ببرن، هم یه زندگی آبرومند داشته باشن، هم بتونن که شرایط شهر و کشوری که درش زندگی میکنند و به سطح آبرومندی برسونن و این دهه های طولانی که از قافله تمدن عقب بودن رو جبران کنن. این در حقیقت چکیده آن چیزیست که ما باید به پیکر جامعه ایرانی تزریق کنیم تا تو این نبرد جلوی نیروهای الله پرست رو بره، ویرانگر و سوپر مصرفی رو در داخل خانواده
در داخل خانواده افرادی که به آگاهی رسیدن با سرآمد شفافیت و بیشوخی مثل شاه اسماعیل از اون مادر بزرگی گرفته که حساب باز کرده بره پیش الله تا اونی که هنوز جوونه و مغزش کار میکنه باید باشون صحبت کنن که مشکل ایران جمهوری اسلامی نیست، مشکل ایران خود الله پرستیه که اون ازش بر اومده و این طفلیا اینا یه باد شیعه و ایرانی هم به سرشون خورده، اینا کجا؟ اون آدم کشای پیامبر اسلام کجا؟ اینا کلی لوتی هن در مقایسه با اونا. اونا را اگه ایرانی ها دیده بودن قدر اینا را میدونستن. یعنی این تازه یه نمود رقیق شدهش و بسیار متمدنتر از اونه که اینجوریه. مشکل خود اون ملات اصلی هست که تبلورهای عجب و غریب مافیایی و مصرفی و این ضد تولیدی و این همیشه داره از خودش. و اینی که باید در زمین ایدئولوژی و برنامه‌ریزی این که پس از این آدم خورا چه شخمی تو چه عمقی و به چه شیوهی باید خورده بشه خیلی باید اندیشیده بشه، چون وگرنه عزمم راسخ نمیشه که اون موقع از تو نبردم رد به شکل لازم شد. بعد الله پرستار هیچ وقت نباید دست کم بگیری. دقیقا اون دستگاه عجب و غریبی که دارن که آدمای کمهوش و سادیست رو فقط جمع میکنه اونو هیچ وقت نباید دست کم بگیری. دقیقا پرسش آخر بکنم شهرام جستار امشب به پایان ببریم. با توجه به تاریخ دیگر ملت‌ها، ملت‌های اروپایی، ملت‌های شرق آسیا، زندگی خوب، زندگی آبرومند، سرفراز، مرفه مفت به دست میاد تو سینی طلا به آدم میدن یا کش ملت ها باید هزینه بدن برای به دست آوردنش؟ شاهین جان، مفت چیزی رو به دست آوردن خودش اساره زهر الله پرستیه. فکرش اینه دیگه، مفت رو پیش حوریه، فوقش اینه که یکی دو نفر آدم بکشه، مثلا زحمتش این بوده. درست. اون یکیه که کار سازنده است که میدونه یارو باید یه عمر باید زیر کار کمرش خم بشه که یه جای آباد بشه. و بنابراین شما وقتی که با اهریمن هم میجنگی که این ویژگی ها رو داره باید آماده باشی که هر گونه هزینه رو تا تهش بدی بی نیاز. من چند بار بهت گفتم من خودم از نظر شخصی انسان خیلی نازک دلی هستم، ولی تو مسائل اساسی کاملا با شاه اسماعیل هم باورم که اگه جمیع خلقم لازم شد جانشونو بدن هیچ مسئله ای نیست. بنابراین کمربندها رو باید سفت بست و باید به دنبال انجام کار بزرگ بود، نه کارهای زودگذر و سطحی. برنامه‌ریزی و صحبت و کار به ویژه در داخل خانواده ها و باید گسترش داد این درک رو، چون کسانی که روشن شدن، کسانی که تقریبا میشه باید گفت شکل و شمایل یک ایرانی پیش از اسلام رو پیدا کردن از نظر آنچه که در باورشون هست، در اندیششون هست، میتونن اثرگذار باشن در محل کارشون، بین همکلاسیانشون، بین فامیل، با بچهای محله، با همسایگان، و خیلی خیلی موثره. مخصوصا وقتی ببینن که سخنها رو روش منطقی هست، روش شواهد تاریخی هست، روش نسخه ای هست که نسخه درست حسابیست برای رها شدن از این بنبست بزرگی که به عنوان ملت گرفتارش شدیم. به هر حال به گفته زنده یاد مانیک خدابخشیان، یک دست صدا داره، هر کسی در هر جایی که هست میتواند خودش تاثیرگذار باشه، تو هر شهرستانی، تو هر محله‌ای، تو هر خوابگاه دانشگاه، در کارخونه، در بین همسایه ها، بین بچه های محل، تو پادگان. نبرد ایران و الله پرستانه و باید به نتیجه برسه، و اگه به نتیجه برسه نتیجه آنچنانی خواهد بود که شاید بتواند تکلیف ما رو به عنوان ملت پس از بیش از 1000 سال، نزدیک به 1400 سال، با این قضیه روشن کنه. در غیر این صورت بعدم فراموش نکنیم شاید هر کسی که با نهایت سرسختی هزینه میده رو در این آدم خورای الله پرست، حتی ممکنه جانشو بده، جاوید نام میشه در راه ایران. واژه جاوید نام رو پیشنهاد میکنه اواخر در مقابل شهید. جاوید نام میشه در راه ایران، مایه افتخاره، اصلا جای نگرانی نیست. من خودم رشک میبرزم به اونایی که الان جاوید نام شدن و شوربختانه من هنوز نشدم،
یعنی اینی که یارو این همت داشته. این یک بدآموزی بسیار بسیار زهرناکی که رخ داد پس از اینکه الله پرستا ایران رو گرفتن، این بود که اونها شروع کردن پیوسته لشکر آدم خورای خودشون رو تمرین دادن در فرهنگ آمادگی به جنگ، به ایرانی ها شروع کردن خودشون رو تمرین دادن به ترسیدن. درست. من هنوز هم نفهمیدم چرا اصلا آدم با ترسیدن تو زندگی به کجا میرسه. اصلا مسخره است، مایه ننگه. کاملا که الان همین روزهای گذشته جاوید نام شدن در راه ایران، من به پدر مادرهاشون تبریک میگم، شاد باش میگم، واقعا مایه افتخاره. دقیقا پنجم دیما، چهلم بسیاری از این بزرگواران و جانفدایانی است که نامشون زنده خواهد ماند. پنجم دیما پنجشنبه از سوی خانواده برخی از این جاویدنامان تعیین شده برای بزرگداشت اونها. امیدوارم هم میهنان هر جایی که هستن به هر روشی که صلاح میدونن پنج دیما ابراز همدردی کنن، میخوان سیاه بپوشن، میخوان پلاکاردی جایی بزنن، میخوان سخنی بگن. هر کی هر روشی که فکر میکنه میتونه به کار بیاد، باید وجدان جامعه نشون بده بیداره و تمام این رخداد تلخ رو در یادمان خودش بازندوخت کرده، ضبط کرده، برای اینکه به هنگامش داد کسانی رو که جانشون از دست دادن از فرقه تبهکار بگیره. شرم خواهش میکنم از همیهنهایی که به این یاد بودها میرن، یاد نشست ها میرن، لطف کنند با اینکه در آغاز برای خودشون و دیگران خود ناشناخته است، لطف کنند سفید بپوشن. هر جوری که صلاح میدونن، بله دقیقا. ولی ابراز همدردی بزرگترین نشانه است که میتواند به نوعی خودش نشون بده ما به عنوان ملت، ملت یگانه ایران، تو این واقعا وضعیت بسیار خطیری که کشور دوچارش شده و هنوزم از توش بیرون نیامده، کنار هم هستیم و دست هم دیگر رو میگیریم. شرم گرم، بسیار سپاسگزارم و همچنین سپاس از هم میهنان ارجمند برای توجه. بدرود تا برنامه بعد. بدرود.